رویدادهای مهم امشب: بحث در مورد افغانستان، چین از امریکا، روسیه و پاکستان میزبانی میکند. طالبان محافظ خاص احمد مسعود را از کابل با خود بردند. تجهیزات نظامی بسته‌بندی شده به دسترس نیروهای جبهه مقاومت رسید و تشکیلات جبهه مقاومت امشب به اتمام رسید. مشروع خبرها، گزارشی از وی او ای دری صدای امریکا. چین در جریان هفته جاری در نشست تریویکا پلاس در مورد افغانستان میزبان روسیه، امریکا و پاکستان خواهد بود. ریاست این نشست را وانگ یی وزیر خارجه چین بر عهده دارد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و دیپلمات های پاکستان، ایران، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، اندونزیا و قطر نیز در این نشست اشتراک خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است ایالات متحده می داند که چین از نمایندگان طالبان نیز دعوت کرده است تا در ملاقاتی که قرار است در منطقه توسینجی برگزار شود اشتراک کنند. این در حال است که دیدبان حقوق بشر امروز از جامعه جهانی خواست تا معافیت سفر رهبران طالبان را در واکنش به تصمیم این گروه برای مزدور نگه داشتن مکاتب دختران پایان دهد. رویترز با استناد گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه گزارش داده است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه شنبه به منطقه چین خواهد رسید. این گفتگوها نیز به پایان رسیده است. طالبان محافظ خاص احمد مسعود را از کابل با خود بردند. افراد وابسته به گروه طالبان محافظ خاص احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت، را با خود بردند. به گزارش اسپوتنیک، اقارب عبدالمجید محافظ خاص احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت، با موج میگویند که افراد وابسته به طالبان روز گذشته او را از مربوطات 500 فامیلی شهر کابل پسا لتکو با خود بردند. آنها میگویند از سرنوشت عبدالمجید آگاهی ندارند. گروه طالبان تا کنون در این باره چیز نگفتند. خبرگزاری کیهان در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین گزارش داده است: مهماتی که قرار بود از طرف کشور تاجیکستان برای جبهه مقاومت ملی احیا شود در حال بسته‌بندی است و به‌زودی در دسترس جبهه مقاومت ملی قرار می‌گیرد. در این جمع مهمات تعداد زیادی از دوربین‌های شب‌دید را نیز شامل می‌شود. فرمانده حامد سیفی، فرمانده جبهه مقاومت ملی، در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین گزارش می‌دهد: وطنداران گلم، خوشبختانه جبهه مقاومت به 15,000 نفر رسید. این روند به شدت ادامه دارد. خبرهای مهم از جهان: تلسکوپ هابل دورترین ستاره را رصد کرد. گزارشی از اسپوتنیک روسیه. دانشمندان با کمک تلسکوپ هابل دوردرست‌ترین ستاره ای را که ظاهراً حدود 900 میلیون سال پس از انفجار بزرگ یا به عبارت دیگر تولد کیهان متولد شده را رصد کردند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از دیجیاتو، دانشمندان نام این ستاره را ایرن در گذاشتند که در زبان انگلیسی به معنای ستاره صبح یا ستاره نور است. نام علمی این ستاره نیز WHL7137LS است و تخمین زده می شود جرم آن حداقل 50 برابر جرم خورشید باشد. همچنین روشنایی آن میلیون ها برابر بیشتر از خورشید است. این ستاره تازه کشف شده توسط تلسکوپ هابل به قدر دور است که نور آن 12.9 میلیون سال در مسیر بوده تا به اطراف زمین برسد و تلسکوپ ما آن را رصد کند. به همین ترتیب با دانستن این نکته که کیهان ما 13.8 میلیون سال عمر دارد، می توان گفت این ستاره در حدود 900 میلیون سال پس از انفجار بزرگ و یا به عبارت دیگر تولد کیهان متولد شده است. پیش از این دورترین ستاره‌ای که توسط تلسکوپ هابل رصد شده بود، ستاره متعلق به 4 میلیارد سالگی عالم بود.
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد دورترین تک ستاره‌ای که تاکنون رصد شده کمتر از 1 میلیارد سال پس از تولد کیهان و بینگ بنگ متولد شده. از دانشمندان ایرلند در را به کمک یک خوشه کیهانی از این به نام WHL-7137 که دقیقاً میان زمین و این ستاره قرار دارد کشف کردند. کشش گرانشین خوشه کهکشانی عظیم تا ربود فضا را به صورت منحرف کرده است که نو لنز در کیهانشناسی با آن عدس گرانشی گفته می شود. در فضا ایجاد می شود که می تواند نور ستاره را منحرف کند. نکته جالب اینجاست که با توجه به جرم بالای این ستاره احتمالاً تا کنون از بین رفته است، زیرا ستارگان با جرم زیاد سریع‌تر می‌سوزند و زودتر منفجر می‌شوند یا با فروپاشی گرانشی تبدیل به سیاه‌چاله می‌شوند. قدیمی‌ترین ستاره‌هایی که ما می‌شناسیم و حدس می‌زنیم در زمان‌های اولیه شکل‌گیری عالم متولد بوده است، یعنی همگی بسیار کم جرم هستند و بنابراین تا به امروز درخشش خود را ادامه داده است. دانشمندان منتظر هستند تا پس از تثبیت وضعیت و شرایط تلسکوپ فضایی جیمز وب این ستاره را به صورت دقیق در مورد تحلیل قرار دهند. روابط امریکا و کشورهای منطقه خلیج فارس بدتر شده است. گزارش از اسپوتنیک روسیه. روزنامه واشنگتن پوست می نویسد روابط بین ایالات متحده و کشورهای منطقه خلیج فارس، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در شرایط اجرای عملیات ویژه روسیه در اوکراین به وخامت گراییده است. با گزارش اسپوتنیک این روزنامه در بین بارزترین علل تنش فعلی از عدم تمایل امارات و عربستان سعودی برای افزایش تولید نفت در شرایط افزایش قیمت انرژی در اروپا و ایالات متحده و همچنین موضوع محکومیت عملیات ویژه روسیه در اوکراین را نام می‌برد. با نوشته روزنامه واشنگتن پست، دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا محکومیت مسکو از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس را ناکافی می‌داند. این روزنامه می‌نویسد همچنین ناکامی دولت بایدن در پاسخ قاطعانه به حملات راکتی جاری به کشورهای حوزه خلیج فارس توسط شورشان روسی مورد حمایت ایران در یمن و تمایل آمریکا برای امضای توافق هسته‌ای جدید با تهران که به تجاوزکاری ایران در منطقه نمی‌پردازد عواملی هستند که بر ماهیت روابط آمریکا و این کشورها تأثیر گذاشته است. روزنامه آمریکایی خاطرنشان می‌کند که امارات متحده عربی از تأخیر در تحویل جنگنده‌های F-35 آمریکا به این کشور و همچنین مذاکرات جاری فعلی در مورد برنامه جامع اقدام مشترک برجام ناراضی است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در روزهای 26 الی 30 مارس به اسرائیل، سرزمین‌های فلسطینی، مراکش و الجزایر سفر کرد تا در مورد طیف گسترده از موضوعات منطقه‌ای و جهانی از جمله تحولات اوکراین گفتگو کند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس، تا ویدیوهای بعد شما رو به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش، خدا نگهدارتان.